बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैदामे दर्स गुज़श्ता दोबारा आमोज़श शुरू बरनामे कोई बुक शुरू मेकने दिरोज मुकम्मल किस्मत वॉकिंग खाना बदिम सही सा मैं इमरोज दा किस्मत ची मैं दोबारा कस्टमर खाना बदिम कंपनी रा मैं खाने इमरोज दा किस्मत कंपनी मोदरी किस्मत बाग सवाल बनाम ची दोरे होम पेज दोरे मी बिने हदफ होम पेज ची है यानी मी सफ़े किस्म मी बिने फिनान बनाम ची ऐसा होम पेज है बाद वक्त नफ़ोमी दा स्पेच होना मी ची मेशा बस्ता मेशा बेशक इन और शुमो वजीर आज कुछ पैदा हो मेकने द किस्मत कंपनी में नीचे से मेकन होम पेज या कुछ किताब क्लिक करें बेशक कर होम पेज फर्स्ट में जा बाजेश में जा व बख्श बादी मुदर किस्मत कंपनी स्नैपशॉट दरे मादा फे स्नैपशॉट चि में बशा हर मामले की मो आज अवल तो हाल कर बशिम बशा के जितो करना चि मेकन दमो निशान में था या कुछ सर छाप क्लिक मेकने मसले एक शक्ल दमो निशान में था मसले एक छोट निशान में था फमी दी एक मो इनकम दरे و دیگه کلیک چی داره؟ اکسپن این دایی ما چقدر درآمد کردی چقدر مصرف کردی و دایی ما چقدر درآمد چقدر مصرف کردی نشان داده میبینی این نمبر رو میبینی که هم درآمد هم مصرف یکسان است اما در قسمت این کمت کم است اما مصرف چی است؟ زیاد است ما میخواییم مکمل امروز رو ببینیم کلیک امروز میگه که معامله تو نکردی یک ماه پیش هم نشان میده بگو فقط اما یک ماه رو نشان میده میبینی این ماه رو که دایی ما میگه از پیداج کرده چی زیاد از این مصرفت یا میگیم یه سر دیره میخواییم دیروز کلک کنیم مصرف دیروز ما میبینی مصرف دیروز ما زیاد است نسبت به اواید ما کم بوده مصرف ما چی است بیشتر است که ما از قسمت دیده میتونیم این حال ما میم داری قسمت ما میگیم میرم میخواییم ببینیم سرش دوبار کلک کنیم چرا تو مصرف ما مثلا کم شده یا زیاد شده صحیح؟ اینجا دانه دانه دمو تشریح میکنی دلیلش چی هست که یکقدر درآمد کردی و یکقدر مصرف کردی مکمل دمو چی میکنی نشان میده یا در قسمت مایی میده پس کلوز میکنی میخواییم چی را خدا ببینیم مصرف خدا ببینیم که مصرف مو یکقدر که زیاد شده دلیلش چی هست کلک کو دانه دانه می که چرا مصرف کردی دلیلش چی بوده که تو چی کردی مصرف کردی اینا در قسمت مایی مکسپین مثلا ما در درایور چی کمال بیل برش داریم دیگر کی داریم رد دکرایه دیگه چک داریم این اینا سکی چه هست مکمل مصرف های ماست که ما چک داریم این تاریخ های مکمل مشخص هست اینا رئیس از ما میخواه ایره پرند که بعد قسمت پرند میره ما بعدا چی میگیم اول یک بار پیش از اینکه پرند کنه پرند پرویو میکنه به شکل سکو اون دیگه چی میبینی ضرور نیست تمام نام شرکت ما را تاریخ ساعت تمام چیزاش خودش میکنه درک میکنه فقط شما چی میگیم راول میکنه چاپ کنه یا میگه این کارای چاپ نکو فقط در برنامه اکسل دما چی جورش کو بعد ما میخوایم در اکسل ببینیم گزارش ها با شما از این قسمت هم میتونید برنامه اکسل رو چکنه خارج بسازید کریت نیو شیت میگن میگن در چی دک شیت ناو باشه میگن میدم چی میگن اکسپورت اکسپورت چی میکنم خارج میسازه این حال ما منتظر می باشیم تا این موضوعات مکمل در برنامه اکسل چی شما خارج شما این حال نینجا متوجه باشیم برنامه اکسل اتوماس خودش چی میشه اتومات هر چی میشه برنامه اکسل در قسمت خارج میشه به این شکل تک تمام معامله تمام چی شد خارج شد نشد خیره میگیم ذخیره میکنیم صحیح این یک معامله چی ما بود مصرف های ما بود صحیح اینو چی میکنیم سیو میکنیم در کجا در دسکتاپ میگیم اینا رئیس چی میگه میگه تمام گزارشات هم بود یک چی دمه چی کو ذخیره کو یعنی دمی یک بوک دو یعنی این دشت اول بخش چی اومده مثلا بخش مصرف ایرم راست کلک میکنیم نامش چی میکنیم تغییر میده میگیم این بخش چی هست ها نشتا میکنیم در فارسی مصرف سیز یا مصارف یا مصرف مشکل نیست این چی هست شیت مصرف مود ایرم کنترل اس گفته شد ذخیره شده روی صفحه میگه چیکو بخش درآمد تام دم درج کن باز اینجا من دوباره در درآمد چی میکنیم کلک میکنیم فقط اینم این مورد گزارش هستی باز شما ایرم چی میگین دوباره در قسمت اکسل کلک میکنین چی میگین کلیت نمیشید دنجا کلک کردین این بار نمیگیم در شیت نو در بوک نو مو میگیم نه ذخیره شدگی هست میخوایم دمو چی کنیم در شیت نو شیره ذخیره کنیم باشیم گزینه دوم انتخاب کرده باشیم میگیم براوز میگیم بوک چی بود نامش بوک دو باشیم ما این از قسمت بوک دو رو چی میگیم پیدا میکنین این اینجاست میگیم دمی پاس شب در شیت نوش موضوعات خروج شد اینم چی میگیم اکسپورت اینا له اینمی درآمد ما از اینجا چی میشه خارج میشه در دیگه ما
اینال منتظر می باشیم تا این شما خارج شود از قسمت صحیح است؟ اینی مصرف ما بود ای هم چی هستم؟ آه ایدم هست بلیس شما در برک شکل جیتا کنم ایدم کانتور رس کنم چی میکنه؟ ذخیره و ایدم چی میگه؟ یس این طریقه هایی است که شما از برنامه کویک بوک موضوع در خارج میکنید در برنامه اکسل خارج کرده میکنید پس دوباره قسمت کلوز میگیم دوباره در قسمت ما میگیم به شکل یک عکس میخوایم چی کنیم ذخیره کنیم باز این دیگه کلک میکنیم میبینید در قسمت بالا پرنت میکنن پرنت پریویو بگین خود نمایش میده پیج دیگه که ما چی کنیم موضوع را پرنت کنیم ما میگیم چی میکنیم مثل یک عکس ذخیره میکنیم سیو اس پیج ایمیج کلک میکنین میگین در کروم قسمت مثال من میگیم در دسکتاپ به مینام باشه مثال اینکم اکسپنس اینم چی میکنیم سیو اینو لیرا در قسمت من کوچک می سازیم می بینیم که آیا ذخیره شده یا نشده شده نشده اینجا به شکل یک عکس چی شده ذخیره شده دوباره میایم در قسمت بخش های بعدی مون در قسمت می باشه مشتری های ما نشان می ده می بینی یکی مشتری ما به نام فرید داریم کمال داریم دیگه کی هست علی اما بیشترین فروش ها از ما کی کنه فرید کنه می بینی در قسمت تنها چیز نشان می ده اکسپنس نشان می ده در اکسپنس 2000 عبدال نشان میدن و در قسمت میبینی هم درآمد ما رو نشان میداد و هم مصرف اما اینجا فقط مصرف ما رو در یک سال چقدر مصرف کردیم اون رو نشان میداد باز از اینجا ما تغییر هم داره میتونیم یک سال نه مثال یک هفته یا که نشان میکنیم یک ماه مصرف ما رو نشان میداد صحیح است روز این دهی ماه قبل مصرف کردیم که در ماه دیگه نه نفر تو مصرف کردیم و از این قسمت هم ما دیدن میداریم اکاونت های خود مثال حساب غفار رو میبینین اکاونت پیپتیبل رو میبینین یا حساب بانک رو میبینین ما سرکاردار حساب هاش از این شما دیدن میدانیم و اگر دیدم شما میخواین ذخیره کنین در این قسمت مثل اگر اکسی هم چی کنم میتونین ذخیره کنم میتونین یا قسمت پیمنت میریم ریسیپ پیمنت یعنی مو کسایی که پرداخت کرده پیسه صحیح سن ما اول بیل میگرفت اینو سر آن میکنیم و بعد از پیسه میگرفتیم پیسه میگرفتیم سر از این کلیک کنیم مو کسایی که پیسه شده ما داره اولا لیست چنشان بتن کردت سر ریسیپ چی هست؟ اوی کسایی هست که مشتری هایی که کرمو چی بود؟ مشتری هایی که متفرقه باشن یعنی پیسه شده میداد اینو سر از ما چی میگرد؟ میخرد میرفت صحیح؟ لیست اونا را نشان بده بگی یا در قسمت رفند یعنی کسایی که از ما باقی سر باقی داری داره اولا چیکار نشان بده؟ تمام جزئیات نشان میده یا در قسمت پایین بیا اینجا ما کارمندای خود چی میکنیم دیدن میتونیم اما از این قسمت که خوبیش چی هست قسمت کاستمر است که از اینجا ببینه خوبه مثلا ما میگیم یک نفر معاملش مکمل میخوایم ببینیم کی رام فرید میگیم کلیک مکمل معاملش ما چی میگیم نشان میده این قسمت فروشات مثلا در 2000 ابدا این قدر اجناس مثلا زیادتر اجناس کدام اجناس خرید از ما کیبورد از ما بیشتر چی خریده بودن فرید زیادتر از نسبت به ماوس یو اس پی کیبورد چی خریده بیشتر اولین اجناسی که زیادتر از ما خریده کیبورد بوده دومیش ماوس سومیش یو اس پی و چهارمیش هم پوینت بریم که چی بوده چهارمیش کویک بوک ترنینگ بوده صحیح است این اینوایس هاش هست مکمل دیتیلش هست ما کیبورد مثلا چه قسم خریده دوباره کلیک و مکمل دیتیل شده ما چی میکنه نشان میده به این شکل من میبینی یعنی رئیس داشت ما چی میگه میگه دیتیل مکمل چی را نشان میده فرید نشان میده که اجناس کیبورد داشت ما خریده باشه این به این شکل نشان میده پرند هم کنم میتونه صحیح است مکمل به ما گفته که اینقدر پرن از ما گرفته دوباره قسمت کلوز میکنیم میریم در قسمت کمپانی بخش بعدی ما چی داریم کلندر داریم هدف کلندر چی میباشه این بسیار مهم است مثلا یک شخص می یا رئیستان می میگه برو ببین این دهی تاریخ این دهی ما این دهی تاریخ با کی ها چی کردی تو معامله کردی با سر از این کلک میکنی میگی در کدام تاریخ رئیس هست میگه این دهی تاریخ باز من از اینجا کدام تاریخ میگه این دهی تاریخ کلک کن هر معامله کردیم مکمل با هر کسی که معامله کرده باشه نمو چی میکنه نشان میده یا میگیم دهی تاریخ این دهی ماش یعنی هر کدام شما بخوای اگر این دهی ماش نکنیم معامله کلک معامله نیست یعنی دمی مثلا دمی تاریخ یک دوسیه میشه یک گپ میشه باز میگه برو اونم تو دیگه چک تو با کی ها چک بودی معامله کردی یا یک شکی بین مشتری ها شکی میشه یک چیز معامله میگه اشتباه شده تو برو یک بار چک باز از قسمت کلندر شما چک کرده میتونی دوباره میریم در قسمت کمپانی ما در اینجا به نام چی داریم داکومنت داریم هدف داکومنت چی است اینا یک شخص که با شما اگر بانک باشین صحیح است بانک دیدی که داشته باشین شرکت یا شرکت قرضه داشته باشین صحیح است یک شخص شما که قرض میتین یا که بانک قرض میده به دلیل خونه میده از یک اسناد میگیره اسناد چی رو میگیره خانه اش میگیره آفرین صحیح سن نمیتونست دیگم اینا شما او اسناد رو میخواین دیگه چی کنین سیف ذخیره کرده بانه یک کپیشه
ده بيش خود باز از این قسمت ذخیره کرده میتونه اگر پرینتر رو شفش این اسکنش میگیره فقط من ورقه ده چی میبانه ده پرینتر میبانه اسکن میگیره تو ما کابیش میگیره این حال مثال من برنامه ورد باز میکنم میگم مثال اینی قوالی یک اولی میباشه یک نفر از من قرض گرفته اینی قوالی چیش هست مثال اولی شخص میباشه اینا شما چی میکنین سیف مثال دکرام قسمت این داری قسمت این هم به می نام باشید هم چی میگیم؟ سه مثالی قوالی اولی زیرا می خواهید اینجا چی کنید؟ در کویک بوک تو هم سخی نکرده بانه پس نظر به می شکل یا کرده مشتری ها جان قرار داد که میکنه قرار داد خطا رو شما چی میگنید اینجا؟ ذخیره کنه می بانه سرش کلک میکنه نه میگین در کدام قسمت در روی صفحه کدامش هست کلک هر کدامش که باشه انتخابش میکنه مثال من میگم اینی هست انتخاب کرد چی میگم میرم؟ کپه اینجا آمد صحیح یعنی با هر کس که شما معامله میکنین قرارداد خط که دارین دمیجا چی کلمه میبینین مثل یک موزه هم ودی است که فکر کنید نگاه میکنین در قسمت هم کلک کنین بوتوما چی میشه باز میشه و موضوع شما دیده میتونین و دیگه در قسمت بخش کمپانی کلک میکنین و پایین گزینه چی داره کلین اتچمنت لینک اینا فعلا اگر شما اون را آوردین با هم فعلا چی داره ارتباط داره یعنی هر تغییراتی که شما دهی بیادین دوام چی میشه هم تغییرات وارد میشه اگر میخواین ارتباط نداشته باشه بوده قسمت کمپانی میرین ارتباط چی میکنین قطع میکنین کلین بگین ارتباط شون چی میشه قطع میشه اگر بعضی ها باز از اینجا باز نمیشه باز اینجا یک ریپیر کلیک میکنین که چرا باز نمیشه دلیلش چی است باز ریپیر هم اگر لایق جور شدن باشه باز اتوماس کار چی میکنن ریپیر میکنن مثلا اینجا شما یک داکومنت ذخیره کرده موندید یک مشکل پیدا میشه که نمیچینه میشه باز نمیشه باز اینترنت که داشته باشین سر ریپیر کلیک میکنین خودش اتومات میگه که مشکلش چی است که باز نمیشه مهم در قسمت کمپانی بخش بعدی ما لید سنتر داریم لید سنتر یک دفعه دیگه هم گفته بودم که رئیس شما درج میکنین رئیس اینو درج از میبینی ما درج کرده بودیم رئیس میگیم بازم ملاقات داره با کی ملاقات داره با هر کس که داشته باشه یا تماس داره تماس بسیار چی هست مهم است مثلا رئیس کلان بری زنگ میزنه یا چی میگیم یعنی حال یعنی مهم است از کی هست میگیم مثلا از لید است یعنی رئیس کلان میباشه میگیم در قسمت من نامش چی هست اگر نامش باشه نامش درک میکنین اگر نباشه مشکل نیست رئیس گفتن خودش مشخص میکنه اینجا تاریخ شه ساعت چه تنظیم میکنین و از اینجا میگین دیتیل یعنی به خاطر چی نو چی میکنن تماس میگیره رئیس به خاطر چی صحبت میکنن رئیس یه مکتیف کردن میبینه که چی کنن خبر بده وقتی که اوکی گفتن خود کویک دو بارتان چی میکنن مسیج میده که رئیس چی داره کال داره بعدش دیگه ما چیزی که بسیار مهم است مای کمپانی است این اول شما یک کمپانی دارین به نام کفایت مارکت است دو سال بعد کفایت مارکت تبدیل میشه به یک کفایت دیگه مارکت کفایت مارکت تبدیل میشه به یک نام دیگه با شما از قسمت مای کمپانی میتونید نامش چی کنین کمپانی تونه تغییر بده در قسمت چی میرین؟ ادد کلیک میکنین نامش تغییر میتین آدرسش تغییر میتین شماره تماسش تغییر میتین هر کدوم چه میخواین از اینجا تغییر دادن میتونین فیس وقتی اوکی گفتین دومش هم چی میکنن تغییر پیدا میکنن یا بعض وقت یک کمپانی هست نامش رو تغییر نکنه اما آدرسش رو چی میکنن تغییر میکنن مثلا از یک جای به یک جای دیگه چی میکنه کمپانی میرا با شما از اینجا چی میکنه از قسمت کمپانی از مای کمپانی را چیکار میکنیم تغییرات وارد کرده میتونیم و بخش بعدی ما در قسمت ادوانس سروایس داریم یعنی بخش اینترنتی است تا که اینترنت نباشه کار نمیتا دیگه ما چیزی که بعدی ما به نام یوزر است اینا هدف یوزر چی است ما کویک بوک به شکل اینترنتی استفاده میکنیم چندین کامپیوتر رو وصل میکنیم و در هر کارمند ما مشخص میکنیم میگیم یک کارمند نمیگه که فقط وظیفه تو چی است فروشات است فقط آدر بگی اجناس به فروش برسان و یک نفر میگم فقط تو با وندر چیکو معامله کن فقط ازش اجناس چی کو خرید دودی کو و یکی دیگر هم میگیم تو فقط بخش دودی را پیش ببر مدیر مالی شو فقط چی کرده بتونی از بانک چک نوشته کرده میتونی دیگه کار تو انجام دادن نتونی اینا فعلا نیکو همه کار انجام دادن میتونی میبینی فعلا ما همه کار میتونیم چی کنیم انجام بدیم اما شما در قسمت چی میده یوزر میرین از قسمت اول یوزر را میبینیم وی یوزر بگیم فعلا یک یوزر به نام چی است ادمین است میگیم خیلی یک یوزر میسازیم یا دو سه یوزر میسازیم این حال کارمندو رو گرفتیم در قسمت ست اپ یوزر کلک میکنین پاسورد اینجا چی میکنین؟ درجش میکنین و اینم چی میگین؟ اوکی میگیم یک یوزر میسازیم در قسمت نیو یوزر چی میکنین؟ کلک میکنین یوزر رو میگیم بنامه چی باشن؟ علی صحیح؟ بعضی قسمت من دهی چی میتین؟ یک پاسورد میتین میگیم مثال اینی چی شستن؟ پاسوردش هست و در پایین هم من این پاسوردش چی میکنین؟
تکرار میکنیم، یعنی هر کس از صبح به پاسپورت خود تا قبل میکنه کلام داریم نه با بالا نه کلامش نمیشه بیا مشکل نیست قبول میکنه در این قسمت من اینالی چی کار کرده بتونم میگه می بخش فقط بانکین فقط چک داره بتونه و دیگه کار انجام دادن نتونه ایره چی میگین؟ اد ایره چی میگین باز؟ اوکی اینالی پیش هستی که ما ایره استفاده کنیم من از قسمت قسمت ویو کلک میکنیم چک میکنیم میگیم کدام یوزر چک میکنه یوزر علی را چی کار را انجام داره میتونه اینال لیسه و شد میبینی چیزایی که نن نشته یعنی هدفشی هست که نمی کار را نمیتونه چی کنه انجام بده وقتی که فال نشته یعنی میتونه مکمل چی کنه انجام بده میبینی بانکینگ مکمل چی هست فال هست یا نه اگر ما در قسمت بیاییم گزینه چی داریم ویو داریم ویو فقط دیده میتونه ما هیچ کار انجام داده نمیتونه یعنی گزینه که فال باشه یعنی انجام داده میتونه ویو باشه فقط دیده میتونه اگر نان باشه اصلا دیده نمیتونه اینا ما میره عملی میکنیم که آیا همین کار انجام میشه یا نمیشه من در قسمت یک یوزر ساختیم اگر دیگه یوزر هم میسازین دوباره کلیک میکنین میگین یک یوزر دیگه هم به نام چی باشه؟ خان باشه من در قسمت پاسورد میتین میگین اینی پاسوردش باشه و در قسمت پایین هم من میگین اینی پاسورد ازی باشه تکراری این چی کار کنه بتونه؟ این میگین بخش فقط چی باشه؟ سل فروشات من از قسمت اینه فقط این حق فروشات داشته باشه دیگه کار انجام دادن؟ نتونه ما میتونیم دو وظیفه رو دهی بده صحیح؟ یا میگیم مالیه و وضع کنم و کسایی که از 30 روز چی میشه؟ 31 روز که میشه دهو چی کنه؟ جدیمه وضع کنه قسمت فایننس این کار رو انجام داده بکنه بگیم کلیک کن این دو وظیفه رو کنه این هم چی میگیم؟ اوکی اینال این فعلا کلوز میگیم اینال متوجه باش فعلا هر کار کنه میتونم من کریتینگ وایس هم یعنی چون یوزر اصلی ماست صحیح؟ همه کار انجام دادن میتونیم اینول ما چی میکنیم نفر دیگر که یوزر چی کنیم تقسیم بندی کنیم از این چی میگیم از قسمت فایل لیز کمپانی میگیم اینول از طریق علی رو چیش میریم داخل چی داخل کفایت مارکت اوپن میگیم میگیم از داخل یوزر علی داخل کویک بوک میشه مثال کامپیوتر رو که وصل باشه نشته میکنه علی و در پایین من نشته میکنه رمزش نشته میکنه میگینی رمز علی ایرم چی میگم انتر اینولی از داخل یوزر علی ما داخل چی شده؟ کویک بوک کفایت مارکت شده مثلا دیگه انترنتی فکر کنید که واسه شما اینول باز ما علی بخشش بانکینگ بود رایت چک بگو میتونه این کار انجام بده کلا مثل عمل کار ندادن اگر در قسمت کستومر به کرید سلادر میگه میتونه به شکل چی میتونه بده؟ مسیج میتونه میتونه یعنی فقط یه هدفش چی هست؟ فقط کارهای بانکینگ انجام داده میتونه و یه دیگه کارها رایی انجام داده؟ نداره یا وندر به کلیک کنه در قسمت وندر و از این قسمت میای نیو وندر میگه کلیک میکنه سر وندر این قسمت هم تونه یا قسمت کستومر میای میگه کستومر ما یک آدر داره کلیک سر آدر به شکل تر یعنی این صلاحیت و قدر نداره فقط صلاحیت یه زیده کچه هست زیادتر در بخش بانکینگ از این صلاحیت داره با به دین هدف شد اینال پس دوباره از این قسمت چی میگیم؟ کلوز میگیم یا زی کمپنی دوباره میریم کفایت مارکت دیدم باز میکنیم داخل یوزر میشه میگم یوزر پس تغییر میدیم نامشم میگم یوزر چی باشه ادمین بود همون تو بودم یوزر اصلی اولی ما ادمین و در پایین هم من اینی پاسوردش هست بایدم چی میگن اوکی گفته به این شکل و درست مطمئن قسمت